این نوارها از مرکز ناحیه جبار سلوف گرفته شده است. پرتوهای زیاد در جویبوری درآمدگاهی جماعت مهرآباد جمع آمده بوی خلیصی را به ناحیه پهن می کند. به گفته ساکنان محلی تولید چند ماه است که این کوچه و جویبور در این احوال است. پرتوهای زیاد از درآمدگاهی ناحیه طریق آب آمده جمع شده است و برای تازه کردن جویبور چاره جویی نشده است. شهروندان برای دادن مصاحبه به ما خودداری نمودند، اما خواهش نمودند که بابت این مسئله چاره جویی کرده شود، زیر آبی که از جویبوری افلاس جاری می شود به سمت اهالی روانه می گردد. باعث گرفتار شوی بیماری سرویتی گردنی اهالی از احتمال دور نیست. موضوع دیگری تشویش آور باغ استراحتی به نام اسماعیل سامانی نوحی جبار سلوف است. در پس مجسمه نیز پرتوهای گوناگون پرتافته شده است. درختان آرایشی به بیماری زنبورخی گرفتار شده خشک گردید. همه این گونه حادثه در عرفه تجلی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رخ داد. آبادکاری و سازندگی را پیشوای معظم ملت در هر یک برآمدی خود مقصد اساسی کارمندان آبادانی میشمارد. برای بنیاد باغ و مکان استراحتی پیوسته مقامات های محلی نیز مبلغ گذاری میکنند، اما برای تازه نمودن آنها باید کارمندان کمونالی وقت یابند. قهوه‌خانه مهیا را با برابری به مرکزی ناحیه آمدن دیدن ممکن است، زیرا یک مکان غیر سانیتاری و ویرانه را نشان می‌دهد. این مرکز خصوصی بوده، تا حال با مؤسسان گفتگو نشده است. بخش کمیته محیط زیست ناحیه جبار سلوف بابت این مسئله چاره‌جویی کرده است، اما کارها تا به آخر نرسیده است. بعد چند روز تمامی جامعه مهنتی جمهوری ما جشن بزرگ ملی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می نمایند. با این مناسبت درآمدگاهی ناحیه جبار سلوف زیبا گردانیده شد، شعار و آویزه‌های نو نصب گردیده است. اما در مرکز ناحیه شاهدی کاری دیگر گردیدیم. همه شعار و آویزه‌های سریراهی از آفتاب ضرر دیده است و زیبایی شهر را کاسته می گرداند. مسئولین دخلدار اساسا به آویزه‌های کلان حجم اهمیت دادند، لیکن شعاری سریراهی برای خواندن نیز امکانیت ندارد. پرچم های فستیوالی نیز در حالت بد قرار دارد، در بعضی آنها رنگی سبز دیده نمی شود. شاید فراموش کردند یا فرهنگ پستی ساکنان آن را برده است. برای شرح این دو حالت ما به ماموریت کارخانه دولتی خدمترسانی خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه جبار سلوف مراجعه نمودیم. دایرکتور کارخانه ما را قبول نمود، اما برای دادن مصاحبه رد کرد. بدون کامری نوبرداری اطلاع داده شد که از سبب کارهایشان زیاد بودند نتوانستند که کوچه پروتکلی را تازه نمایند. همزمان گفتند که جماعت مهرآباد آن مکان را باید تازه نمود، اما از بخش کمیته محیط زیست ناحیه جبار سلوف اطلاع داده شد که همه کوچه های پروتکلی را باید کارخانه دولتی خدمترسانی خواجگی منزلی کمونالی ناحیه تازه نماید. ماهی ایون نسبت دایرکتور کارخانه کمونالی از جانب بخش کمیته محیط زیست پروتکل حقوق ویرانکنی ترتیب داده شده جریمه ستانیده شده است. با گفته مسئولین بخش کمیته محیط زیست، هرچند کمیته‌های مختلف جای دارد، پیشروی نیز در ناحیه دیده می شود. ساکنان شرفمند ناحیه جبار سلوف حرکت دارند که جشن بزرگ ملی را 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را باید شکوه و شهامت خاصه پیشواز گرفته نسبت آبادکاری و سازندگی ناحیه حصه گذار باشند.